سلام بیننده عزیز امید است که خوب و صحت مند و سرحال حال باشین و با شما رو خوش آمدید میگم به برنامه مسیر صحت ای هفته ای هفته میخوایم روی موضوعی که شما به ما مسج کرده بودین یا پیام گذاشته بودین صحبتای های خود داشته باشیم که مشکلات میده و یا درد میده در هنگام ماه رمضان بود و ما آمدیم شفخانی جمهوریت و با دکتر صحبت های خود داشته باشیم ولی قبل از شما برین بسته تماشا بکنید میده درد با روزه گرفتن بدتر می شود. برای بسیاری از ما این سوال پیش می آید که آیا با میده درد می شود روزه گرفت یا خیر؟ ترش کردن میده و ماندن غذا سر دل یا سخت شدن شکم و ده ها مشکل دیگر از دلایل هستند که مانع از روزه گرفتن می شوند. ولی آیا این مشکلات با روزه بدتر می شود؟ روزه گرفتن چه تاثیر بر میده دارد میده درد و روزه گرفتن در ماه رمضان جزء مباحث است که بسیاری داشتن آگاهی کافی از آن عمل می کنند برخی معتقدند که روزه گرفتن برای میده ضرر دارد و دسته خلاف این را می گویند قبلا میده درد را تجربه کرده اید و اکنون نگرانید که نکند با روزه گرفتن این دردها دوباره سر و کلهشان پیدا شود و شما را درگیر کند دلتان می خواهد سی روز را بدون دغدغه روزه بگیرید اما دردهایی که از سحر تا افتار سراغتان می آیند روزداری بدون نگرانی در مورد وضعیت تان را برای شما دشوار می کنند. روزداری حتی برای کسانی که درد میده گاه و بیگاه سراخشان می آید ممنوع نیست. می اگر زبان میده تان را بدانید و بدانید چطور باید با آن مدارا کنید می توانید بدون ترس از آسیب های جدی میده تا پایان ماه رمضان روزداری کنید. غذا سر دلتان مانده سوی آزمه از شایترین مشکلات گوارشی و هضمی است که با احساس ترش کردن و سوزش میده یا احساس پر بودن شکم همراه می باشد افرادی که به سوی هاضمه دچار هستند ممکن است احساس کنند غذا سر دلشان مانده است اگر شما هم به چنین مشکل دچار باشید ممکن است گاه نیز نفخه داشته باشید یا احساس زود سیر شدن را تجربه کنید اغلب افرادی که مثل شما با این مشکل درگیر هستند اگر دچار مشکلات دیگر مثل التهاب یا مشکل جسمی خاص نباشند یا زخم میده یا بیماری اسناشر در آنها تشخیص بدن نشده باشد می تواند با خیال راحت روزه بگیرند و تنها کافی است که در زمان افتار و سحر پرخوری نکنند شما که با چنین مشکل دست و پنجه نرم می کنید افطار را ابتدا با مایات ولرم یا شیرگرم شروع کنید و از چای شیرین شیرگرم یا شربت که خیلی خنک نباشد استفاده کنید مایات شیرین کالری سری به بدنتان می رساند و به شما کمک می کند تا احساس سیری کنید خب بیننده های عزیز شما را خوش آمدید میگم و برگشتیم بخش اول برنامه مسیر ساعت است و پکیجی که ما ماده کرده بودیم تماشا کردین و همیشه ما در بخش اول برنامه خود روی علت و همچنان چگونه با وجود می یک بیماری صحبت خود می داشته باشین و دکتر صاحب مهربان امروز با خود داریم دکتر صاحب احمد جواد فردی متخصص امراض داخلی عمومی و همچنان انکولوژی می باشه سلام دکتر صاحب وقتتون بخیر تشکر سلام بر شما و بیننده های خوب برنامه تان. تشکر میکنم که مرا دعوت کردین به برنامه تان با رضوی قبولی تاعت و عبادات هموطنان عزیز ما در برنامه در خدمت تان است. خوب خب دکتر سب دبتودا میخوایم از فیزیولوژی صحبت بکنیم از چیز طبیعی مثلا خود میده چی است در باری میده با ما یک یک معلومات بتین به ما بیننده ها بعد از اون میریم روی علت ها و درد ها و مشکلات که دمای رمزان پیدا میشه خب میده یک جزء مهم سیستم حازمه است اما قسم شما میفهمیم سیستم حازمه از دهن شروع میشه بلعوم میری میده روده ها رودای کوچک رودهای بزرگ و بالاخره به با مقعد ختم میشه در این سیستم در این مسیر میده یک از اجزای بسیار مهم سیستم هضمی است که یک عضو مجوف است یعنی داخلش میان خالی است که در انتهای میری قرار داره و در حقیقت میری را به روده ها وصل میکنه زمان که ما غذا را بلع میکنیم غذا از میری توسط همو حرکات اشتداری میری یا هم حرکات موجدار میری به میده میرسه میده یکی از وظایف عمده و اساسیشی است که اسیدی که در میده وجود داره انزایم هایی که در میده وجود داره و یک تعداد مواد و انزایم هایی که از پانکراس و از کیسه صفرا و از جگر توسط مسیر مسیرهایی که در میده ختم میشه اینا در داخل میده میشه و کمک میکنه تا یک بخش از پروسه حزم و جذب در میده انجام بیافه یعنی در مراحل ابتدایی میده وظیفه دارد تا ای که یک مقدار مواد غذایی را هضم بکنه یعنی مواد بش از شک وقتی که مواد جامد ما استفاده میکنیم در میده اینا مخلوط با انزایم ها شده با مواد که از جگر و پانکراس و کیسه صفرا می مخلوط میشه به شکل نیمه مایع تبدیل میشه یعنی قسما هضم میشه و یک مقدار ناچیزی از مواد غذایی ممکن است در داخل میده جذب هم شوه یعنی میده هم در پروسه حزم و جذب وظیفه ولی بیشتر قسمت پروسه جذب در رودهها صورت میگیره بعد از ای که میده مواده قسما هزم کرد بد از دریچه خورجی میده غذا خارج میشه داخل روده های کوچک میشه بعد اما مسیر خدا میپیماید تا ای که مواد مغذی مفید از جدار روده ها جذب شوه به جریان خون تا ای که در اختیار وجود و در اختیار حجرات بدن قرار داده شوه و مواد فاضله یا مواد که بدرد ناخور است یعنی مواد اضافی در مسیر سیستم هضمی بلاخره دفع میشه یعنی یک قسمت از وظایف میده میتونه که ذخیره مواد غذایی باشه ما بلا فاصله بعد از اینکه غذا را استفاده میکنیم به میده میرسه فورا تخلیه نمیشه یعنی یک مقدار چند یک یک تا یک نیم ساعت در میگیره تا اینکه مواد غذایی امو پروسه طی شوه و از داخل میده در جریان باقی سیستم هضمی و به دیگر ارگان های سیستم هضمی که شامل روده هاست تخلیه شوه و با باقی پروسه جذب در روده ها صورت بگیره خب حالا میپردازیم روی موضوعی که انتخاب کردیم در تای میده و مشکلات میده در هنگام رمضان میشه میشه درد میده را به ما یک دبارش یک معلومات کلی بتین دکتر صاحب که خود درد میده چی است بله. درد میده یک عرض است یعنی یک نشانه از یک تعداد امراض میتونه باشه یک زیاد امراض میده است که سبب میشه که در میده درد پیدا شود. بله. یعنی شایدترین عوامل یا اسبابی که سبب درد میده میشه التهابات میده است. مه. که التهابات میتونه چندین نوع باشه نظر به اسبابش. یک حالت است که مریض شکایت میکنه از درد در قسمت بالایی شکم. بله. و از درد، در... این درد میتونه به گونه سیخ زدن باشه، به گونه احساس گرفتگی باشه مه. یا به گونه سوزش باشه. که حتی بعض اوقات درد میتونه انتشار داشته باشه با پشت بین دو بیلک شانه انتشار می داشته باشه یعنی گفتیم که یک تعداد امراض زیاد میده میتونه سبب این احراز شود یا این نشانه ها شود خب این امراض یک از او امراضی که بسیار معمول است شایز در بین جامعه و بین افراد التهابات میری است یعنی میری با تعقیب یک تعداد عوامل و اسباب میتونه دچار التهاب یا پوندیدگی یا ورم شود یعنی لایه مخاطی یا مجداری که در میده است وقتی که غذا ما استفاده میکنیم یک اسید میده که میگیم اسید از جدار میده افراز میشه و در پروسه هضم غذا کمک میکنه و به تدریج وقتی که مواد مخارش استفاده میشه یک دو یک عوامل دیگه که بعدا ذکر میکنیم یا عوامل سبب میشه که التهاب به وجود بیاد لایه مخاطی جدار میده دچار پندیدگی و التهاب شوه و التهاب سبب درد های میتونه شوه یکی از این اسباب التهابات میده است التهابات میده میتونه که از سبب اچ که معمول ترینش است یک نوع میکروبی است که یگانه میکروب است که میتونه تنها در میده زندگی کنه تقریبا تمام میکروب های دیگه وقتی که به میده میرسه یعنی یک مقدار زمانی که در میده باقی میمونه یا نمیتونه در محیط اسیدی چون محیط میده محیط اسیدی است نمیتونه زندگی بکنه از بین میره ولی اچ پایلوری با مو شرایط خاصی که می میتونه در محیط اسیدی زندگی بکنه و جا بگیره دلای مخاطی میده و سبب التحاب شود تحقیقات نشان داده تقریبا 50 فیصد جمعیت دنیا به اشپایلوری مصاب است مم. که این میکروب سبب التحاب میشه و سبب سوی حازمه میشه سبب نفخ و باد میشه و سبب دلبدی و استفراغات و دردهای بدنی و قبضیت ها میتونه شود خب این میکروب میتونه از طریق مواد غذایی آلوده از طریق دهن وارد بدن ما شود در صورتی که هر مواد غذایی که به این میکروب آلوده باشه ما بگیریم وقتی که داخل میده شده این میکروب در اوج جای میگیره تکسر میکنه و مشکلات پیدا میکنه دیگه سایر مشکلاتی که سبب در دردای میده میشه زخم میده است زخم های میده و زخم های یا قسمت ابتدایی روده ها در صورتی که به مرور زمان التهابات مزمن شود، دوامدار شود، تداوی نشه این التهابات میتونه که سبب زخم های میده شوه زخم های میده هم میتونه دردهای بسیار شدیدتری را به وجود در بیاد این دردها میتونه که انتشار به پشت داشته باشه همراه با دلبدی استفراغات و حتی در مراحل بسیار شدید در زخم های میتونه که سبب استفراغات خونی و مدفوع خونالود شود و سایر مشکلات که سبب دردهای میده میشه میتونه ریفلوکس مواد غذایی به میری باشه یعنی برگشت مواد غذایی به میری در قسمت انتهایی میری یک دریچه وجود داره یعنی به صورت طبیعی وقتی ما مواد غذایی رو می میکنیم این دریچه به صورت خودکار باز میشه اجازه میده که مواد غذایی به داخل میده داخل شوه و بعد از که مواد داخل شد این درچه اتومات بسته میشه پس دوباره اجازه نمیده که مواد در دا داخل میده است برگشت بکنه و میری ولی در اثر بعضی عوامل میتونه که این دریچه عمو وظیفه خود به درستی اجرا کردن نتواند دوچار چالش شدگی شوه یعنی به درستی بسته نشه بعد ازی که مواد غذایی به داخل میده شد اینا پس دوباره برگشت میکنه و مواد غذایی اسید به داخل میری می که اکثرا مریضا شکایت میکنند که آب تلخ به دهن و آید به ما به تلخ به دهن می که همزمان با دردهای میدی میده و میری میتونه که همی عرق زدن و احساس ترشی در دهن هم یکی از اعراض و نشانه های مترافقی درد های میده باشه خب حالا دکتر سابینه هم مشکلات که شما گفتین و نزد کدام اشخاص بیشتر دیده میشه میشه به ما بگوین که کدام افراد بیشتر مساعد هستند که این مشکلات شوند و یا بیماری شوند خب قسم قبلا گفتیم یکی از او عوامل که سبب التهاب میده میشه اچ پایلوری یا میکروب است که تقریبا یک فیصدی زیاده از واقعات التهاب میده را عاملش تشکیل میده و عوامل دیگه که سبب التهابات میده میشه میتونه کسایی که درد مزمن داره از ادویه ضد درد انالجزیک های استفاده میکنه ادویه درد به صورت دوامدار میگیره و این ادویه سبب میشه که املای مخاطی دچار آسیب شوه و سبب التهاب شوه کسایی که سگرت استفاده میکنند به صورت دوامدار میتونند که هم سبب التهابات میری شو میده شوه و هم سبب ریفلوکس یا برگشت مواد غذایی به میری شود. کسایی که از الکل به صورت دوامدار استفاده میکنند که میتونه می یا هم سبب التهابات شود. و همچنان یک نوع از این التهابات به نام استرس گاستروئید یاد میشه یا التهاب میدی که از سبب استرس یا فشارهای روحی به وجود میاد ای تمام عوامل میتونه که سبب التهابات شود. در جوامی جوامع کشورهای جهان سوم فاکتورهای غذایی هم خیلی رول داره فاکتورهای غذاهایی که زیاد سرخ میشه غذاهای ترش غذاهایی که در دود پخته میشه غذاهای بسیار شور اینا هم میتونه که التهابات شدیدتر بسازه خب دکتر سه بیشتر این سر اچ پایلوری بود اگر کسایی که بینندی برنامه باشن امیل ازا شاید نزد سوال خلق شود که چرا یک تعداد زیاد مردم ما دچار مشکل و یا ای میکروب اچ پایلوری هستن خب قسمی که گفتیم این میکروب در محیط وجود داره روی میوه ها روی آب های آلوده سبزیجات ترکاری یا هر نوع غذا یعنی به صورت عموم ای در محیط وجود داره و میتونه توسط بات مواد یا مواد غذایی یا یعنی آلوده شوه هر مواد غذایی که به این میکروب در محیط آلوده شوه و کسی از اون مواد غذایی آلوده استفاده کنه مصاب بهش پایلوری میشه خب دکتر سب در جریان مای رمزان چرا دردهای میده تشدید پیدا میکنه؟ خب بحث ما این رمضان و ارتباطش با امراض حازمه یک بحث بسیار طولانی است خب قسمی که گفتیم سیستم حازمه اولین سیستم است که با مواد غذایی در ارتباط است یعنی بسیاری مردم فکر میکنند که در جریان ماه مبارک رمضان دردهای میدهشان شدید میشه در حالی که یک تعداد امروزه است که در جریان رمضان ممکن است بهبود بارم از روز گرفتن روزه گرفتن بهبود پیدا بکنم خب روزه اما قسمی که یک حکم تعبودی داره یک حکم الهی است یک دستور خداوندی است فواید و اثرات بسیار مثبت بالای جسم و بالای روح میتونه داشته باشه روزه میتونه که یک تعداد امراض تداوی بکنه و یک تعداد امراض وقایه بکنه خب یک تعداد مشخص امراض جهاز عظمی وجود داره که ما به مریض توصیه میکنیم که در صورتی که مصاب به این است روزه نگیرن ولی یک تعداد امراض هست که با روزه گرفتن بهبود, بهبود پیدا میکنه خصوصا همه کسایی که التهاب میده دارن التهابات میده زمانی که ما یک مدت طولانی یک مدت 16 17 سال ساعت غذا نمیگیریم در گرسنگی به سر میبریم و میده استراحت میکنه حجرات دوباره احیا میکنه خدا احیا میکنن و پس دوباره فعالیت قبلی خود باز میافن میتونه که فوق العاده موثر باشه و التهابات التیام پیدا بکنه ولی کسانی که زخم میده دارن و تثبیت شده که اینا زخم میده و زخم اسنو دارن دقیقا که بر از اونا روزه تجویز نمیشه توصیه نمیشه اونا باید روزه رو بخورند به خاطر از اینکه زخم های میده در رمضان در جریان گرسنگی تشدید میشه و ممکن است که سبب تشتیت و سبب سفراغات خونی شوه و یا ممکنه زخم ها عميق شوه و ممکنه سبب سوراخ شدن مېد شي په او له واس به کسای کی زخم مېده وس نه شر دره روزه توصیه نمېشه ولې د التهابات مېده د کسای کی ریفلوکس درن یا د برگشت مواد غذایی په میلی درن به ino روزه توصیه مېشه به ino هیڅ zarar نداره بلکې فواید بسیار خوب هم داره و یک تا د امرو زندگی کی کی در سیستم هاضمه وجود داره کی میتونه کسای کی روزه بگیره به اونها خطرناک تمام شوه کسایی که التهاب کبد دارن یا زردی سیاه و سفید دارن و این زردی و سیاه و سفید سبب شده که یا سیروز کبد پیدا بکنه یعنی کبد یا جگر تخریب شوه و فعالیت خود به درستی انجام داده نتونه در دا دا اون صورت ذخایر گلوکوزی که در کبد یا در جگر وجود داره در جریان که بدن ما در فاققی یا گرسنگی به سر این گلوکوز از ذخایر آزاد شده نمیتونه در کبد که صدمه دیده بنان اینا فوق العاده دوچار دو افت گلوکوز میشه یعنی فوق العاده گلوکوز بدنشان پایین میه که او میتونه عقب ناگوار داشته باشه بنابر این به کسایی که زرد سیاه و سفید داره و روز کبد ساخته کبدشان تخریب شده به اینا روزی توصیه نمیشه به کسایی که التهابات کبد از سبب زردی سفید داره ولی وظایف کبدیشان نرمال است داو به این مریضا روزه هیچ مشکل نداره به کسایی که التهابات حاد روده ها داره یا با اصطلاح کولایتس دارن و قبضیت های دوامدار دارن گرسنگی میتونه به اینا مضر تمام شوه به این مریضا هم توصیه میشه که روزه نگیرن و به کسایی که به صورت حاد دچار اسهالات میشه که اسهالات هم جزی از امراض سیستم هضمی است چون یا مقدار مایات و الکترولایت های بدن خود دست میتن و یا توصیه میشن که روزه خود افطار بکنن بسیار خوب دکتر سب چگونه تشخیص میشه می درد های میده؟ خب بخشی از تشخیص مشکلات میده برمیگرده به تارخچه مریض آنچه که مریض شکایت میکنه با گرفتن تارخچه ما میتونیم یک قسمت زیاد به تشخیص نزدیک شویم و در صورت نیاز ایچ پایلوری را قسمی که گفتیم مش پایلوری ضرورت داره که لابراتوار تشخیص بکنه میتونه ایچ پایلوری در, در خون تشخیص شوه در مدفوع تشخیص شوه و یک ماینه دیگه وجود داره که با دستگاهی وجود داره که با گرفتن تنفس در داخل از او میتونه ایره تشخیص بکنه روش های معموله که فعلا استفاده میکنن ماینات خون و ماینات مدفوع است که ماینات مدفوع خیلی دقیق است ماینات خون در صورتی که یک بار هچپایلوری داخله بدن داخله معده شوه در خون مثبت نشون مته او تا زمونه که تداوی نشه دقیقن که در خون مثبت است او از بین نمیره یعنی هچپایلوری به هیچ وجه خود به خود از بین نمیره ولی زمونه که یک فرد دوچار هچپایلوری است تداوی شوه او بعد از تداوی ممکن است که در خون مثبت باشه کی بعدن بظرزش نداره درو صورت بهترین موینه موینه مواد غایته است که تشخیص دقیق میکنه و ماینات که ماینات تنفس توسط دزگاه است در داخل دزگاه و یک ماینی دقیق هست که او کمتر قابل دسترس است خیلی تشکر دکتر صاحب برنده های عزیز بخش اول بود که ما روی تشخیص و همچنان علت که به وجود میامد مشکلات میده انگام دنگام رمزان صحبت خدا داشتیم یک رفت و برگشت و کتای می داشته باشیم و بخش دوم بیننده باشیم